کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید تشدید بیشتر تنش میتواند برای 750 هزار کودک در الفاشر فاجعه بار باشد لذا باید تلاش شود که آنها محافظت شوند در ادامه به گزارش همکارم در این زمینه توجه بفرمایید کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نسبت به درگیری های مجدد بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی RSF در شهر الفاشر در شمال دارفور ابراز نگرانی کرد راسل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خشونت در اطراف الفاشر سودان عواقب مرگباری برای کودکان دارد بر اثر حمله در نزدیکی یک بیمارستان اطفال دو کودک جان باخته و بسیاری دیگر را از مراقبت های نجات بخش محروم کرده است او در ادامه افزود تشدید بیشتر این درگیری های خونین میتواند برای 750 هزار کودک در الفاشر فاجعه بار باشد لذا باید تلاش شود که آنها محافظت شوند اظهارات او پس از آن بیان شد که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل OCHA گزارش داد که ده ها غیر نظامی در درگیری های شدید جمعه گذشته بین نیروهای مسلح سودان و سربازان RSF در داخل و اطراف شهر کشته شدند. گفته نیست که جنگ در سودان در آوریل سال 2023 بین ژنرال ارتش عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان و محمد همدان داگالو فرمانده نیروهای پشتیبانی سری بر سر اختلاف نظر در مورد ادغام نیروهای RSF در ارتش آغاز شد. این درگیری های خونین باعث یک بحران انسانی ویرانگر شده و موجب کشته شدن نزدیک به 16 هزار نفر و آواره شدن میلیون ها نفر شده است.